آیا واقعا می توان اجسام را با قدرت ذهن جابجا کرد؟ توانایی فراحسی و ذهنی یا سایکیک که برخی مدعی داشتن آن هستند شامل چندین نوع می شود. مثلا اطلاع قبلی از رویدادهای آینده یا پیش آگاهی و یا تشریح چیزها از راه دور یا دور آگاهی که همان تلپاتی است. اما هیچ یک به پای تلکینزی یا توانایی حرکت دادن اجسام با قدرت ذهن نمی رسند. تصور وجود کسانی با توانایی حرکت دادن اشیا از طریق نیروی ذهنی قرنهاست که توجه بشر را جلب کرده است. اما از اواخر قرن 19 هم بود که امکان اثبات علمی این موضوع مطرح شد. یعنی دورانی که بازار احضار روح داغ شده بود. کسانی که خود را سایکیک معرفی می کردند، مدعی برقراری ارتباط با مردگان و تکان خوردن، حرکت کردن یا شناور شدن اجسام در جلسات احضار روح بودند. با این حال افراد بسیاری از جمله سر آرتور کانن دویل، خالق شرلوک هولمز، متقاعد شدند که همه اینها حق بازی است. کلاهبرداران به اصطلاح سایکیک از هر ترفندی برای حرکت دادن اجسام بدون لمس آنها استفاده می کردند. مثلا کمک گرفتن پنهانی از یک همدست یا به کار بردن سیمهای مخفی. با افزایش آگاهی عمومی درباره سایکوکینزی‌های تقلبی این پدیده به فراموشی سپرده شد تا دهه 1930 و 1940 که محققی به نام جی بی راین از دانشگاه دوک به موضوع علاقه نشان داد. او مشتاق بررسی این ایده بود که آیا مردم می توانند با ذهن خود روی نتایج اتفاقات رندوم تأثیر بگذارند؟ راین آزمایش ها را با پرتاب تاس آغاز کرد و از داوطلبان خواست که نتیجه را با قدرت ذهن خود تعیین کنند. در نهایت او متقاعد شد که چیز مرموز این وسط وجود دارد. البته سایر محققان نتوانستند در آزمایش های خود یافته های راین را تایید کنند و اشکالات زیادی از روش او گرفتند. در دهه 1970 اما یوری گلر به معروفترین سایکیک جهان تبدیل شد و با سفر به سراسر دنیا برای نشان دادن توانایی های خود درآمد میلیونی کسب کرد. او ادعای از کار انداختن ساعت ها و خم کردن قاشق با ذهن خود را داشت و منکر استفاده از ترفندهای شعبده بازی بود. با این حال بسیاری از محققان شکاک انجام کارهای اعجاب انگیز گلر را توسط شعبده بازها نیز مشاهده کردند. در دهه 80 بار دیگر توجه افکار عمومی به موضوع سایکوکینزی جلب شد. سال 1981 شخصی به نام جیمز هایدریک با ادعای توانایی تلکینزی و حرکت دادن اشیای کوچکی مانند مداد یا صفحات دفتر تلفن در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت. پیشتر هم او چند اجرای تلویزیونی موفق داشت، اما این بار دست اندرکاران برنامه تمهیداتی را برای جلوگیری از تقلب احتمالی او اندیشیدند. در نهایت بعد از گذراندن چند دقیقه عجیب در مقابل دیدگان مجری، کارشناسان و مخاطبان حاضر در استودیو، هایدریک گفت که نیرویش با او یاری نمی کند. او بعدها ضمن اعتراف به تقلبی بودن قدرت‌های خود از سادگی و گول خوردن بسیاری از مردم ابراز شگفتی کرد. اما نظر شما درباره تلپاتی یا تلکینزی و افراد سایکیک چیست؟ آیا آنها واقعا نیروی عجیبی دارند؟ یا همه ماجرا حق بازی است؟